بگه وزرکا او را مزدا، هیه اوم آسمانم ادا، هیه امام بوم ایم ادا، هیه مرتیام ادا، هیه شیاتیم ادا، مرتیا هیا هیه داری و اوم خشیا، خشچم فرابرا، تیا وزرکم، تیا او وسپم تیا او مرتیم ادم داریا و اوش خش وزرکا خش خشیانام خش دهینام وی پزنانام خش اهیایا اومیا وزرکایا دورعی اپی ویشتاسپیا پوچه ها. بزرگ است اهورا مزدا که آن آسمان را آفرید که این زمین را آفرید که این مردم را آفرید که شادی را برای مردم آفرید که داریوش را شاه کرد که داریوش شاه را شهریاری بخشید که بزرگ است که دارای اسبان خوب است که دارای مردان خوب است من داریوش شاه شاهان شاه کشورها از همه نژاد شاه در این سرزمین بزرگ و پهنابر پسر ویشتاسب یک حخامنشی دوستان و همراهان عزیز این بود بخشی از سخنان داریوش به زبان پارسی باستان از کتیبه بیستون در واقع شش سطر اول کتیبه بیستون بود کتیبه بیستون سند بزرگ شاهان هخامنشی و همینطور بزرگترین سنگ نوشته دنیا هستش که به سه زبان نوشته شده یک از این زبان ها زبان پارسی باستان هست که همون در واقع خط میخی هستش این زبان یک زبان مرده هست الان در واقع چون بعد از پایان هخامنشی این زبان هم از بین رفتش و تقریبا حدود کمتر از 200 سال هستش که این زبان الان این خط یعنی این کتیبه 20 بیستون رمز شده و متوجه شدن که محتویات درانش چیه و گنه یعنی تا قبل از اون هر کسی برای خودش به اون جوری که خودش میخواست تعبیر میکرد اصلا نمیدونستن که این داریوش شاه کبیر هست و اصلا جریانش چی هستش داریوش کبیر کتیبه خودش رو با معرفی خودش اینچنین آغاز میکنه من داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه در پارس شاه کشورهای بسیار پسر ویشتاس نوه ارشام هخامنشی و بعد از معرفی چند نسل از پدران خودش میگه که بدین جهت ما هخامنشی خوانده میشویم که از دیرگاهان اصیل هستیم از دیرگاهان خاندان ما شاه بودند هشت از نیاکان من شاه بودند و من نهمین شاه هستم و به خاص اهورا مزا من شاه هستم و اهورا مزا به من شاهی را عطا کرد و بعد در بند شش در واقع بیسو... ام... کتیبه خودش تمامی 21 شهربانی یا ایالت یا حالا مملکت های تحت سیطره پادشاهی خودش رو نام میبره که به اون باج میدادن و هرچه او به اونا میگفت همون رو انجام میدادن چه روز چه شب و اگر در این ایالات کسی موافق او بود که او رو پاداش خوب میداد و اگر کسی مخالف او بود او رو سخت کیفر میداد بعدش جریان کشتن بردی های دروغین و شورش رو کلا کامل توضیح میده با ذکر جزئیات و حتی ذکر تاریخ و در تمامی جنگ ها هم تاکید داره که به یاری اهورامزدا تونسته شاهی خودش رو بستانه و اهورامزدا شاهی را میگه که به من عطا کرد و من اون رو در جایش استوار نمودم و مرد به بردم چراگاه ها رمه غلامان و خانه هایی که در واقع اون بردی دروقین ستانده بود رو بازگرداندم و بعد از اون شورش ها و نافرمانی های دیگه ایالات و شهربانی ها رو زمانی که ظاهرا اون در بابل بوده داریوشا اینها قیام میکنن شورش میکنن در ایالات مختلف مثلا مثل خوزستان ماد آشور مصر پارت مر و یه تعداد دیگه از ایالات و تماما این در واقع جنگ هایی که با اونها میکنه شرح جزئیات قلبه بر اونها رو کاملا ذکر میکنه و با ذکر تاریخ و اینکه در یک سال فقط 19 تا جنگ کرده و نه تا شاه دروغین رو در واقع گرفته که نافرمانی کرده بودن و اونها رو سر جای خودشون نشونده و بسیار داریوش شاه بر دروغ تاکید داره و برای یادآوری به خودش و شاه و یا کسانی که بعد از اون این کتیبه رو میخونن میگه که خود رو کلا قبیین از دروغ به پای و کسی را که دروغگو باشد سخت کیفر بده همینطور داریوش شاه تاکید بسیار بر ضبط حقیقت داره میگه که من این نوشته را به طریق دیگری هم روی لوها و روی چرم نوشتم و این نوشته در حضور من نوشته و خوانده شد و مهر تایید من بر اون زده شد و در میان کشورها فرستادم و تو که از این پس این نوشته را خانی خواهی خواند آنچه به وسیله من کرده شده را باور بکن و مبادا آن را دروغ بپنداری و او اهورامزدا را گواه میگیره و به مردم میگه که اینها را نکنن و به بقیه بگن وگرنه اهورا مزدا دشمن تو باشد همینطور این بخش کتیبه رو من خودم شخصا خیلی دوست دارم میگه که از این جهت اهورا مزدا مرا یاری کرد که پلید نبودم دروغگو نبودم تبهکار نبودم نه من و نه دودمانم به راستی رفتار کردیم نه به ضعیف نه به توانا زور نورزیدیم مردی که دودمان من را همراهی کرد او را نیک نواختم و آنکه زیان ستانید او را سخت کیفر دادم و بعد میگه که آنکه اهورا مزا را بپرستد چه زنده منظورش اینه که در زندگانی چه مرده یعنی چه پس از مرگ برکت و آمرزش از آن او خواهد بود این در واقع چکیده ولی کامل سنگ نوشته بی تون بود که من فقط اون شرح جزئیات اون قیام ها و اون شورش ها و اون جنگ هایی که اینها با اون میکن میکند رو در واقع حذف یعنی در موردش دیگه توضیح ندادم یعنی اون رو نخوندم وگرنه یعنی کل محتوای کتیبه به همین صورت است که اگرچه که اون قیام هایی که توضیح داده خیلی مفصل بود ولی شرح قیام ها بود چیز خاص دیگه ای نبود سنگ نوشته بی یادگار دوران حکومت حخامنشیان در ایران هستش که به تنهایی برای شناخت عمیق و بررسی سه زبان ارزشمند روزگار باستان یعنی پارسی باستان که همون خطش میخی میشه ایلامی حخامنشی و اکدی بابلی از اهمیت بسزایی برخوردار هستش داریوش در بند هفتاد کتیبه بیستون یادآور میشه که خط میخی رو که خط آریایی هستش در واقع اون خط آریایی مینامه اون رو اون ساخته و اون به همه کشورها فرستاده تا مردم اون رو یاد بگیرن در واقع ما خیلی در نادر کتیبه حالا بیستون یا منشور کوروش یا چیزهای مختلفی که مربوط به در واقع نیاکان ما هستش خیلی افتخار میکنیم ولی در واقع خیلی همون میتونیم بگیم که در مورد در واقع محتوایی در واقعا هیچ اطلاعاتی نداریم مثلا کسی اگه ما بخواد دو سه جمله مثلا در مورد منشور کوروش بگیم مثلا دو سه جمله از کتیبه بیستون بگیم واقعا شاید نتونیم خیلی از ما این کارو بکنیم دیگه برای همینم هم من در واقع این کارو انجام انجام دادم که بیام به صورت یه مقدار مختصر و واضح و مشخص کتیبه رو براتون بخونم و امیدوارم که براتون هم جالب بوده باشه من از منشور کوروش هم به همین صورت یه ویدیو خواهم ساخت ولی قبل از اون از کوروش و آزادسازی یهودیان یه ویدیو درست میکنم بعد از اون منشور کوروش رو با همدیگه میخونیم امیدوارم که براتون مفید و جالب بوده باشه و دوستانی هم که برای اولین بارشون هستش که ویدیو رو نگاه میکنن برای اینکه همدیگه رو گم نکنیم میتونن کانال رو سابسکرایب کنن و بمونن چون کلی ویدیوهای جالب و جدید و ولاگ های سفر در راه هستش شما رو به خدای بزرگ می سفرم. خدا نگهدارتون